سرخط خبرها. بیعتمی بزرگ ترکیه به رژیم ایران، متلاشی کردن یک باند وابسته به اطلاعات سپاه در ترکیه. شهردار تهران در یک اقدام بی سابقه سپاه پاسداران و قالیباف را رسوا کرد. حمله عوامل رژیم ایران به خزانه‌داری امریکا. رژیم ایران پدر روح‌الله زن را نیز بلعید. به کانال ایران خوش آمدید. مأموریت ما گسترش ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک در میهنمان ایران است، برای ارائه آنچه که بسیاری از مخاطبان ما به آن دسترسی ندارند، یعنی اخبار سانسور نشده. خواهش می‌کنیم قبل از تماشای اخبار کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو و هرچه بیشتر دیده شدن اخبار بدون سانسور ما کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. ترکیه یک شبکه 11 نفره که با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کردند را بازداشت کرد. تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه خبر داده است که مید سازمان اطلاعات ترکیه اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران که توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شد و اقدام به روبودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد، بازداشت شدند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی به نقل از یک مقام اطلاعاتی ترکیه از بازداشت اعضای این شبکه خبر داده بود. به گزارش تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه، این شبکه 11 نفره در آخرین اقدام خود فرج‌الله چاپ، معروف به حبیب اسیوید، رهبر پیشین حرکت النضال را به ترکیه کشاند و پس از روبودنش او را به ایران منتقل کرد. عملیات کشاندن آقای اسیوید به ترکیه و روبودن او با کمک همسر سابق او به نام میم صابرین صورت گرفته است. خانم صابرین با وعده راه‌اندازی صادرات چوب از سوئد و شروع فعالیت‌های تجاری مشترک موفق به کشاندن حبیب اسیوید به ترکیه شده است. در گزارش واشنگتن پست نیز به نام خانم صابرین اشاره شده و آمده بود که با توجه به اینکه حبیب اسیوید به شدت مغروض بوده، خانم صابرین قبلا 100,000 یورو به او قرض داده بود. بر اساس این گزارش ها، خانم صابرین پس از پایان عملیات روبودن حبیب اسیوید به تهران بازگشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 22 آبان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر دستگیری حبیب اسیوید را تایید کرد و نوشت که با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان این فرد بازداشت شده است. تلویزیون حکومتی ایران نیز شامگاه 21 آبان ویدیوی کوتاهی از اعترافات آقای اسیوید منتشر کرد که در آن میگوید 3 نفر از اعضای این گروه در حمله مسلحانه روز 31 شهریور 1397 به رژه نیروهای مسلح در اهواز نقش داشته است. گروه حرکت النضال که نام دیگر آن جنبش عربی آزادی بخش اهواز است، فعالیت‌های خود را از سال 1384 شروع کرده و می‌گوید که برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می‌کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی است که گروه حرکت النضال یک گروه تروریستی است و تحت حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و اسرائیل قرار داشته و حبیب اسیوید را عامل اصلی حمله تروریستی خونین 31 شهریور 97 اهواز معرفی کرده است. بر اساس گزارش تلویزیونی تی‌آر‌تی ترکیه، شبکه بازداشت شده که در روبودن آقای اسیوید نقش داشتند، تحت نظر ناجی شریفی زیندشتی فعالیت می‌کند و این قاچاقچی مشهور با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. روزنامه واشنگتن پست هم در گزارش خود به نقش آقای زیندشتی که اکنون متواری شده است اشاره کرده و نوشته بود که قتل مسعود مولوی وردنجانی نیز با همدستی این قاچاقچی انجام شده است. مسعود مولوی وردنجانی 23 آبان سال 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. او پیش از مرگ دست به افشاگری‌های علیه سپاه و وزارت اطلاعات ایران در فضای مجازی زده بود. خبرگزاری رویترز همزمان گزارش داد که 2 دیپلمات ایرانی در قتل مسعود مولوی مشارکت داشتند. آمریکا نیز قتل او را به وزارت اطلاعات ایران نسبت داد. آقای زیندشتی که گفته می شود برای ایران نیز خبرچینی می کرده، حدود 1 دهه قبل به اتهام قاچاق هروئین در ترکیه بازداشت و زندانی شده بود.
دختر وی نیز سال 2014 در پی یک تیراندازی که احتمال می رود از طرف باند قاچاق رقیب زیندشتی سازماندهی شده بود کشته شد. او سال 2018 نیز به اتهام قتل در ترکیه بازداشت شد، اما 6 ماه بعد دولت ترکیه با اقدامی که جنجالی توصیف شد وی را آزاد کرد. بر اساس گزارش واشنگتن پست گفته می شود بوهران کوزو معاون رئیس جمهوری ترکیه که اخیراً از ویروس کرونا جان باخت در پرونده آزادسازی وی دخالت کرده است. آقای زیندشتی در جوانی در ایران نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود و در 20 سالگی با فرار از زندان اوین به خارج از کشور گریخت. افشاگری های بی‌سابقه شهردار تهران علیه فساد مالی سپاه پاسداران و محمد باقر قالیباف. پیروز حناچی شهردار تهران در اقدامی بی‌سابقه درباره پرونده فساد مالی سپاه پاسداران و محمد باقر قالیباف شهردار پیشین پایتخت ایران افشاگری کرد. حناچی گفت سالها پیش که قالیباف می‌خواست پل صد را احداث کند، اعلام کرد بین 500 تا 700 میلیارد تومان برای آن هزینه شده. اما عملاً ساخت این پل بیش از 4500 میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید بیش از این رقم است. در پروژه عظیم ساخت پل صد در تهران، بابک زنجانی سرمایه گذار و وارد کننده تجهیزات بود و پیمانکار پروژه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و شهرداری تهران به مدیریت قالیباف بود. حناچی که مخالف ساخت این پل بوده به خبرگزاری ایلنا گفت بعد از اینکه این همه هزینه شده است منطقی نیست که نسبت به جمع‌آوری اقدام کنیم، اما خیلی از کشورهای دنیا این کار را کردند. آنهایی که زودتر از ما شروع به احداث پل اقدام کردند. زمانی که نقد می کردیم حداقل به 20 مورد پل در حال جمع‌آوری در دنیا که عمدتاً در کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاد اشاره کردم. یک مورد هم در شهر سئول بود و شهردارش اعلام کرد که اگر رأی بیاورم این پروژه را در این چون اجرا می کنم و واقعا این کار را کرد و من مرتب به آن پروژه اشاره می کردم. انتقاد من هم این بود، زمانی که همه دارن این سازه ها را بر می چینن چرا شما آن را اجرا می کنید؟ او با این حال ادامه داد الان طبیعتاً باید اجازه دهیم دوره بهره برداری از آن تمام شود و همانطور که گفتم منطقی نیست که بعد از این همه هزینه این اتفاق رخ دهد. شهردار تهران همچنین گفت هفت سنگان قزوین، کلاک لواسان و پدیده شاندیز پروژه هایی بودند که در دبیرخانه شورای عالی به دلیل تخلفات ساختمانی و فیزیکی اولین بار ما پیگیری کردیم. اگر جلوی پدیده شاندیز را نمی گرفتیم، ده ها پدیده شاندیز در سطح کشور ظهور می کرد و یا اتفاقاتی در تهران رخ می داد. او اضافه کرد در سال 90، 91 و 92 سالی 30 میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر شده است و این پروانه ها به خالص مسکونی تقریباً معادل شهری با 600-700 هزار نفر جمعیت است. آیا زیرساخت ها به این نسبت افزایش یافته است؟ فضای سبز، مراکز خرید و مراکز آموزشی متناسب دیده شده است؟ وقتی این کار را نکردیم به مانند آدم ناقص الخلقه ای می ماند که دستش بیش از حد بلند می شود. ما در آن زمان در آن موضوع بودیم و اکنون در موضوع اجرا هستیم. اینکه محبوبیت من کاهش یافته یا افزایش را نمی دانم، اما تلاش می کنیم دوره متفاوتی را در شهر به مردم نشان دهیم که می شود شهر را آرامتر، کم هزینه تر، کم آرزه تر و سالمتر اداره کرد و کاری کرد که مشکلات شهر اگر بهتر از این نشود، بدتر از این هم نشود. همزمان غلام حسین محمدی، مشاور شهردار تهران، در توضیحی درباره مصاحبه پیروز حناچی در مورد املاک بازپس گرفته شده شهرداری در توییتر نوشت آقای شهردار در پاسخ به خبرنگار گفتند املاکی که در اختیار مدیران سابق بوده است و الان این تسلط موضوعیتی ندارد تحویل گرفته شده. از جمله املاکی که در اختیار همکاران آقای قالیباف بوده است. در روزهای اخیر اظهارات شهردار تهران درباره املاک تحت تصرف تیم قالیباف واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه اظهار کرد درباره سوء تفاهماتی که در پی مصاحبه شهردار پیش آمد و صحبت‌های شهردار و جواب‌هایی که داده بودند توضیح داده شد و قرار شد هر دو طرف آرامش خود را حفظ کنند. هاشمی گفت این گونه بحث‌ها در فضای فعلی کشور زیاد مطرح می‌شود و هیچ کس هدف تخریبی نسبت به دیگران ندارد. خبرنگاران سوالاتی را می‌پرسند و جواب‌هایی داده می‌شود و هدف تخریب هیچ کس نیست، بلکه هدف این است که کار اجرایی را انجام دهند. رویترز، خزانه‌داری آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز از قول سه منبع آگاه گزارش داده که وبسایت وزارت خزانه داری به همراه اداره اطلاعات و ارتباطات ملی وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا مورد حمله سایبری پیچیده از طرف هکرهایی که مورد حمایت دولتی احتمالاً حکومت ایران هستند قرار گرفته است. منابع آگاه که نامی از آنها برده نشده به رویترز گفتند که دولت نگران از هکرها از همان روشی که برای حمله سایبری به خزانه‌داری و اداره اطلاعات و ارتباطات ملی انجام داده اند برای حمله به نهادهای دیگر آمریکا نیز استفاده کنند. این گزارش می‌گوید حمله سایبری به حدی جدی بوده که شورای امنیت ملی روز شنبه در کاخ سفید تشکیل جلسه داده است. رویترز می نویسد هکرها وارد دفتر نرم‌افزاری اداره اطلاعات و ارتباطات ملی شده و ایمیل های کارمندان شرکت مایکروسافت آفیس 365 را برای ماها نظارت می کردند. این گزارش می افزاید هکرها به قدری پیشرفته بودند که کنترل های احراز هویت پلتفرم مایکروسافت را نیز فریب دهند. یک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته که حمله هکری کار یک دولت بوده، اما هنوز معلوم نیست توسط چه دولتی انجام شده و دامنه و وسعت حملات نیز دقیقاً معلوم نیست. شرکت مایکروسافت 20 شهریور امسال اعلام کرد که هکرهای از ایران، روسیه و چین در تلاش هستند که افراد و سازمانهای فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا را هدف قرار دهند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا 26 شهریور امسال اعلام کرد علیه دو شهروند ایرانی به اتهام حملات سایبری به دانشگاه‌های آمریکایی و بین‌المللی، یک اندیشکده در واشنگتن، شرکت‌های غیرانتفاعی و سایر سازمان‌ها اعلام جرم کرده است. دادگستری آمریکا گفته بود هومن حیدریان 30 ساله و مهدی فرهادی 34 ساله که هر دو اهل همدان هستند صدها ترابایت داده از جمله اطلاعات امنیت ملی، داده‌های هوافضا، تحقیقات علمی منتشر نشده و اطلاعات هسته‌ای غیر نظامی را به سرقت بردند. وزارت دادگستری آمریکا در ادامه گفته است که این دو متهم در برخی موارد این حملات سایبری را به دستور حکومت ایران انجام دادند. از جمله مواردی که آنها اطلاعاتی در مورد افراد اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر یا رهبران مخالفان جمع‌آوری کردند. دادسرای تهران برای پدر روح الله زم جلسه تبیینی برگزار و برای مرتبطین با او کیفرخواست صادر شده است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه از صدور کیفرخواست برای برخی از مرتبطین روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در داخل کشور خبر داد و اعلام کرد پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین در این اطلاعیه مدعی شده تمام مراحل دادرسی و صدور رأی با رعایت موارد قانونی انجام و ابلاغ شده و اجرای حکم اعدام نیز پس از ابلاغ به وکیل روح الله زم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات با اعضای خانواده صورت گرفته است. در اطلاعیه فوق همچنین گفته شده که طرح مبادله زن با کشورهای خارجی هیچگاه مطرح نبوده و نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قاضی پرونده روح الله زن برای تبیین ابعاد جرائم ارتکابی جلسه‌ای برای محمد علی زن، پدر روح الله زن برگزار کردند.
محمد علی زم روز شنبه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته بود که به پسرش گفته شده که فیلم‌های اعترافات اخیر او برای اطلاع ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و برای تسهیل مبادله او تهیه شده است. محمد علی زم همچنین نوشته بود که مسئولان پرونده روح الله زم او را در بیخبری از تایید حکم اعدام خود نگه داشته بودند. مقامات جمهوری اسلامی روح الله زم را روز شنبه 22 آذر اعدام کردند.